سلام و وقت بخیری دارم خدمت همه دوستانی که بیننده برنامه در امتداد روز هستین آرزو دارم که شما جور و صحتمند باشین و نیم روز شما ایزان بخیر باشد روز تایدم به خوبی و خوشی ان شاءالله سپری کرده باشین امروز یک شنبه است در خدمت شما ایزان دوباره برگشتیم و قرار داریم روز یک شنبه شما بخیر باشد امروز هم با موضوعات و محتویات مختلف در برنامه در خدمت شما ایزان قرار داریم امروز هم خوشبختانه در بخش اول برنامه مثل همیشه استاد مصطفی علیزاده را در برنامه داریم و من مطمئن هستم که شما که بیننده برنامه در امتداد امروز همه روزه می باشین من مطمئن هستم که منتظر از این بخش ما می باشین چون موضوعات خیلی جالب و عالی می داشته باشین با جناب و جناب استاد هم خوب معلومات درست را رای می کند به من خاطر ما سوالات ما کمتر می سازم چون خود استاد از هم نقطه ای آغاز شروع می کند تا پایان همه مسائل را ختم می کند و امروز هم خوشبختان در بخش اول و برنامه آمدن دو تشریف دارن سلام به شما وقتتون بخیر تشکر ما در خصوص سلام تقدیم خدمت شما همکاران عزیزتان و بیننده تلویزیون جهانی آینه و خصوص برنامه شما و امیدوار هستم تا این تایید روز با خوبی و خوشی یک از ساروزای ما سکه حداقل یک ثانیه یا یک دقل یک ساعت شده باشن لبخند روی لبایشون باشن و دقل در آرامش کلی باشد سلام از باشین خیلی خوشحال شدیم که امروز هم شما در برنامه تشریف بردیم وجود از دیگه دیگه عادت کردیم و شما هم میزبان در برنامه شدیم آشان. روزای شنبه و چهارشنبه مطمئن می که شما در بخش اول برنامه تشریف میارید جناب استاد امروز جدا از همه مسائلی که یادآور شدیم و های داشتیم امروز روی موضوع اهمیت دوران جوانی میشه شما صحبت های داشته باشین بدون شک که هر انسان در جوانی های در جوانیش مقامت وجودش مثلا انرژی مثبتش بیشتر می باشد و وقت اگر اهمیت زیر درک نکرده باشد و بس سال برسد و افسوس بخورد هیچ فایده ای ندارد امروز به مو خاطر این موضوع را انتخاب کردیم چون شما بعضی وقتها اشاره در بعض مسائلم داشتین که انسان ها باید به خاطر امروزش زندگی کند نه به خاطر آیندهش نگران باشد امروز هم روی می موضوعی که انتخاب کردیم میشه شما صحبت های داشته باشین و روی موضوع اهمیت دوران جوانی میشه شما صحبت داشته باشین ببینید بحث دوران جوانی اگر ما زندگی اگر انسان ها به چند بخش بخش تقسیم بخش اول بخش کودکی یک انسان بعد دوره نو جوانی و بعد میرن جوانی و بالاخره به سنده که انسالی همان سند پیری میرسه ببینید دو مرحله و دو بحث اساسی در بحث عمر انسان است زمانی که شما این عمر انسان یا شخصیت انسان یا کرکتر انسان میرین بررسی میکنید دو دوره انسان قابل بررسی است دوری کودکی دوری غافلیت انسان است دوری است که شما به دنبال خوبی و بدی نیستید به دنبال نیستید که باید بخورن و بگردین شوخی کنید به دنبال غم به دنبال خوشی دنیا نیستیم بیشتر از فکر شما ذهن شما روی مسائل کودکانه مسائل اشتکانه است اما در دوره جوانی ما که میم وارد جوانی و دوره نو جوانی میشیم ببینید انسان دارای تغییرات اساسی میشه شخصیت شما کرکتر شما رفتار شما خوی شما خصلت شما به تغییر میکنه دلیل چیسته که شما دوره کودکی بیشتر به دنبال که بازی های کارهای اوشت کنه بیشتر این خوراک و پوشاک و لباس تمیز است نیست هم سال هم اما دوره جوانی شما این با یک مرحله اساسی به نام شما دچار این میشه که ما امروز از دوچار تشکیل زندگی یا که ما به عنوان یک شهروند یا به عنوان یک عضو خانواده امروز اومدیم اهمیت دارم ما میخوایم مسئله جوانی یا دوره جوانی در چند قالب بیم خلاصگی کنم که دقیقا بتونم موضوع جوانی یا اهمیت دوره جوانی واسطر شود و بتونم دقیقا نتیجه گیری در آخر داشته باشیم ببینید شما زمانی ما یک داریم انسان های جوان یا کسانی که در دوره جوانی قرار دارد اهمیتی دوره را باید بدانه چون ما در یک نوع وابستگی متقابل قرار داریم افرادی که در دوره جوانی که من امروز در دوره جوانی قرار دارم به دنبال یک مسئله هستم به نام یا مستقل باشم یا وابسته دو جمله خیلی جالب است مستقل بودن به معنای اینکه شخص جوان یا فرد جوان در تلاش است که زندگیش فکرش شیوه زندگیش تفکرش باشد که بتونه زندگی خود بسازد اما ما یک چیز به نام وابستگی داریم وابستگی از دوران کودکی کودک وابسته به پدر و مادر بود کودک وابسته به خواهر و برادر خود بود نیازمند بود کس دستش بگیره بیرون ببره کس دستش بگیره راه گشتن یاد بده اما ما در دوره جوانی و نوجوانی روی پای خود ایستادیم و در تلاش استقلالیت هستیم بین زمانی که ما در تلاش استقلالیت هستیم ما دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاهی که پدر مادر و خواهر برادر در تلاش است امان استقلالیت ما را به این زیر کنترل خود داشته باشد یعنی ما وابسته باشیم یک شخص جوان همیشه وقت در تلاش که مستقل باشد این ببینید جوان ها که نه روی جوانی میان از سند عجر و با بالا که میرن اکثرا این که میگم باید در طرز خود در فکر خود زندگی کنم در طرز خود لباس رو و خوراک و پوشاک و مسکن و هم باید به میل ما باشد چون یک دوری وابسته بوده اگر از نگاه سیاسی بر بحث کنیم ما کشورهایی که استعمار بودن زمان که بعد از استعمار آمدن یا روی صحنه کار کردن یا به عنوان یک کشور تبارز کردن یا بیشتر کشورهایی بودن که استقلال یافته و کشورها بودن که هر کار انجام میدادن فرد جوان شخص جوان مانند یک دولت جوان است یک دولتی که تازه تحزیز شده تازه از استعمار خلاص شده از استعمار به معنی که وابستگی داشته فرد جوان وابسته به پدر و مادر بود پول از طرف مادر و پدر و دریافت میکرد اما امروز خودش جوان شده روی پای خود ایستاده است و میگه باید من مستقل باشم یک بحث استقلالیت بحث دومی که امروز در زندگی ما در اهمیت جوانی رو که اگر ما میخوایم درک کنیم اولا که باید ما این مشکلات را رفع کنیم یکی ما استقلالیت مالی میخوایم. ببینید اکثریت جوانا به دورسته که پول درجه به خودش باشه دلش که در را پخش کرد دلش ساد را پخش کرد افراد جوان این نظر به نیازش است یا حالا خواسته هایش ببین این نیاز نیست یک جوان درست است زمانی که جوان میشه خواستا بیشتر هستن نیاز ها بیشتر است اما نمیشه تو هر روز یک نیاز نه بر تو بیرو میشه شما جوان ها رو ببینید امروز اگه موبایل آیفون برامد میگه برای ما آیفون بخر سوپ گلکسی میبره میگم گلکسی رو نمیخویم در حالی که تمیشه میشه یک نوکیام ارتباط برقرار کرد چرا خواستایشون بیشتر ببین میشن؟ افراد جوان به دنبال چند چیز هستن افراد جوان همیشه وقت نگاهی که یاد داشتن فکری که یاد داشتن همیشه وقت فکرشون این بوده که استقلالیت مالی یا بنیاد مالی یک خانواده اساس است زمانی که من استقلالیت مالی داشته باشم مثلا این روز من درآمد دارم خودم میتونم خرج کنم خودم میتونم مصرف کنم کسی به پول من لازم نداره کسی پول مرا کار نگیره مثال خوبی مثلا خودم امروز مثلا میتونم مصارف خودم نیازهای خود خودم, خودم برآورده کنم چون ما به رسیدیم که میتونم از استقلالیت مالی برخوردار بشم اما متوجه باشیم که ما زمانی میخوایم روی اهمیت جوانی صحبت کنیم خانواده ها کسانی که به عنوان فامیل امروز در جامعه مطرح میشن یا من استقلالیت مالی را شما میگیرن اگر شما ده هزار ماج داشته باشین یا 60 خب اگر کنترل نشه بالاخره استاد میفهمین که ببینید مشکل در کجاست ما میری مستقیم روی نقطه مردم ما شما زمانی که پول بیشتر پیش هر فردی که گذاشتی چه جوان باشه چه نوجوان چه پیر باشه یا به با سمت گمراهی میره یا به سمت خوبی میره این بس ای به خود شخصیت فرد داره این بستگی ای به نیازهایش نداره امروز من به عنوان یک جوان 60000 روانی یا 20000 روان درآمد دارم امروز من میخوایم پول پیش خودم باشه کسی با کار من غرض نداشته باشه من چی میپوشم چی میکنم کدام نو ماشین میگردم اما پدر مسئولیت ببین ببین ما مسئولیت خودش جدا بسه. پدر و مادر در تلاش هستند تا درآمد از نسل نسل خود داشته باشد یا درآمدی از عنوان فرزندشان که جوان هستند نیرویشان هستند به این ازی استفاده از کنند برخی موارد نیازهای انسان نیاز یک جوان همیشه ها جوان جوان به دنبال که نیازشون بیشتر هستند این فکر میکنند در حالی که نیاز ندارد ببینید امروز ما به عنوان یک جوان شما به عنوان یک جوان نیاز ما یک بوتس لباس هستند خوراکی که ما شما میخوریم اگر ما بین کلان خرجی یا کتا خرجی که ما شما امروز در سیلای آمیانه میگیم اگر کتا خرجی کنیم یا کلان خرجی کنیم درست است یک روز میره موبایل گلکسی میخوریم اگر روز موتر رو تبدیل میکنیم دو هزار اصراف اما یک چیز میشین. پول باعث گمراهی فرزند است چه در دوره طفولیت باشه چه در دوره جوانی و نوجوانی اکثر کسایی که امروز, هم امروز هم مثال قسم اگر فرد دوره اهمیت جوانی خود درک نکند پولی که در دستش میاد و پولی که دریافت میکنه چه از طریق حلال و حرام شما کار ندارم این بر من ربط نداره چون از نگاه اسلامی باید کسایی که در حوزه دین تخصص دارن به صحبت کنن زمانی که یک فرد پول به دست میاره مثل کسی است که شما امروز با چهار سال دوره لسانس درس میخوانید دو سال ماستری شما میشین صاحب نظر اما شما میتونید پول بتین مدرک بگیرین پول بتین مثلا خیلی بخ... مثال جالب است ببینید ما میخیم مسئله ای که اهمیت جوانی و کسایی که پول بیشتر پیشون هستند زمانی که شما مدرک دارین اما نخوندین من در یک رسانه به عنوان مجری یا من به در یک دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه من در سن باید چی با چی بگم چون من نخوندم من نمیفهمم که یا چی میگن اگر من رشتیم اقتصاد باشم من میرم طب درس میتون یا من می قصه های خانواده که خودم میکنم که ما در خانواده مثلا همسر میتون میکنه خانم میتون میکنه قصه خود میکنه شاگرد اگر بتیم فردی که پول به دست میاره و پولشون بیشتر هستن یک جوان است پول داره امروز اکثر جوان داره اکثر جوان خودشان کار میکنن خود در سن رسیدن که کار کنن وارد بازار کار شوند زمانی که یا وارد بازار کار شدن استقلالیت مالی رو به دنبالش هست این پول دو عامل داره یک اگر فرد تانست قدر جوانیش از یک طرف چیزی که پیامبر میخوام کوتا قوس واس کنم پیامبر میگفت تو به کردن در جوانی خصلت پیغمبری است اینو ما نباید فراموش کنیم ببینید زمانی که جوان اگر پول داشت و خودش شناخت که ما کی هستم به خاطر چی آمدیم و جایگاه ما کی هستم منظور خودمان من خلقتی که جوان گفتک توبه کردن جوانی عین شباهت به پیامبری داره منظور خدا چی بوده است ما اگر این نقطه رو درک کردیم پول خدا میشناسیم زحمت خدا میشناسیم اما یک یک داد دوستا و یک داد زم شهریان ما شما پول های بادآورده است پول های بادآورده ما با پول میگم که خودشان زحمت نمیکشن پدرشون یا از طریق فساد یا از طریق پول هایی که مثلا در ادارات دولتی سرازیر میشن اینها کلان شدن زمانی که اینها کلان شده باشه شما یک فرض بگیرید اگر یک روز شما رو برنج بده دیگه روز کباب بده هر روز تو غذای متنوع باشه یک روز بگه شما چای نان بخور امکان نداره شما چای نان شخصیت جوان و دوری جوانی ببینید مرحله است که انسان بر خود میسوزد. اما ما باید از این اهمیت ای دوره را استاد <applause> اهمیت شما میشه شما ببینید اهمیت دوره از نگاه غرب و از نگاه اسلام تفاوت دارد اسلام میگه جوان همیشه وقت در جوانی همین چیزی که ما شما داریم نگاهی که ما شما داریم فکری که ما شما داریم همیشه وقت کوشش کنیم که با توجه به شرایط با توجه به وضعیت موجودی که ما شما داریم همیشه وقت اهمیت یک دوره در کنیم اسلام دین ما اسلام میگه جوان مثل است که اگر یک جوان توبه میکنند از شرق تا غرب از شرق عالم تا غرب عالم تمام کسانی که در دنیای دیگر کسانی که در, آخ... در زیر خاک هستند اینها بخشیده میشد چون جوان توبه کردن جایگاه جوان ببینید پیامبر ما امروز زمان سن جوانی رو باید مطرح کنیم تا سن 45 چل... 50 سال انسان جوان هستن اما ما اومدیم آل جوانی هم در جمله پیری میره ببینید انسان میگه زمانی که از دید اسلام به تکامل میرسه به مرحله بلوغیت به مرحله اینکه عقلش کامل میشه به سن سی سال عمرش است سی سالگی یک انسان تکمیل میشه یعنی انسان که انسان باشه ما فرق میکنه انسان تعریف خاص داریم اما ببینید اسلام میگه میگه انسان موجود انسان به خصوص جوان میتونه تغییرات اساسی در یک جامعه ایجاد کنن بر اساس فکر خود بر اساس نوآوری خود و بر اساس اندیشی خود یک مسئله مسئله دومی که میخوام واضح کنم کشورهای اروپایی قسم کردن که برای جوان فرصت مادن چیزی که ما امروز در عرصه خارجی و در عرصه کشورهای اروپایی داریم جوان نیروی محرک است یا به عنوان ساده تر صحبت کنم جوان به عنوان ماشین جنگی است در میدان جنگ شما که زمان میرین ماشین باید فعالیت کند مغز درست است مغز باید فعالیت داشته باشد اما این ماشین است که وارد کار میشه زمانی که جوان وارد کار شد میتونه از او به خوبی استفاده کنه کشورهای اروپایی آمد نیازهای انسانن نیازهای یک جوان در طول دوره جوانیش جوان چی نیاز دارد دانشگاه یا من کالج به گفته خودشون نیازهای اولیه خانه بایسکل هر اون چیزی که شما فکر میکنید اما یک نیاز اساسی است ما اینو میخوایم واضی بر شهروندان بگم کشورهای جهان اول نیازی به از جوان ها و نیازی که دوره جوانی دارد تمایلات جنسی انسان است یا من غریزی که به شما صحبت کنم. کشورهای اروپایی اومد از هر طریقی که میکن داشت بعضی حلال بودن و حرام بودن برای ما مشکل نداره چون ما به مسیری که روان میگن ما به این مسیر به انقانیت میرسیم ما بدن تأمین کردن این مردم بیشتر تمام نیازهایشون تأمین هستن به دنبال خلاقیار هستن از دوره رنسانس به این طرف جوانای اروپایی افراد جوان اروپایی چرا مثلا به چیزهای دست پیدا میکنه که کشورهای مسلمان نمیتونن؟ در حالی که ما در قرآن در سوره قرآن به صراحت چنین مسائلی داریم مثلا اختراع بعضی وسایل الکترونیکی اختراع موشک ها و بعضی وسایل دیگر توسط جوان های اروپایی شکل میگیره. چون اینها اهل خلاقیت هستن نیازهایشون براورده هستن به دنبال فکر نیست که امروز خب در خانواده ما امروز نان نداریم یا زن کاکایم مادرم جنگ کرد به دنبال مسائل نیستن چون میگه مسائل اولیه برشون اهمیت ندارد بلکه مسائل آمدن روی مسائل عمومی فکر کردن متاسفانه اما در قضیه جان اول جان سوم یا مسلمانی میمه با شما صحبت نکنیم میر بارها گفتیم قرآن و ما شما در رمضان میخوایم دیگه در تاق میمونم که خاک بگیره ببین شما اگر دینتون قبول دارید اگر آیینتون رو قبول دارید اگر مذهبتون فرق نمیکنه در هر گرایشی هستین شما شما ببینید جایگاه جوان امروزه اهمیتی بیشتر داره قرآن سنت پیامبر برای جوان اهمیت قائل شده ببین ما متاسفانه در جامعه خود داد از اسلام میزنیم اما مسلمان بودن و از اسلامگری خبری نیست زمانی که جوان میبینید دلیل این چیز که جوان بالاتر از یک میلیون جوان یا بالاتر از سه میلیون جوان امروزه دست به اعتیاد مواد مخدر است جناب استاد اگر صحبت هایتان قطع نشه یک موضوعی که در جامعه فعلا افغانستان وجود دارد خیلی از جوانای ما معتاد شده اما جدا از این مسئله یک مسئله نگران کننده که ما چند قبل مهمان داشتیم و به اساس آمار که اینا گفتن که تا متعلمین ما که نوجوانایی هستند که اینا در مکاتب درس میخوانند بزرگترین آمار از اینا است که مثلا از مواد نشاور استفاده میکنند فکر میکنید یک نیروی جوان جدا از مثلا نیروی نوجوانی که فعلا در افغانستان وجود دارد به اعتیاد مواد مخدر است خب ما مجبور که بس وقت هایی که وجود داره در جامعه ما و بدون کدام ترس و لرس هست کنم جناح و از کنم مسئله و این واضح میکنم بشن مواد مخدر کی تولید کرد؟ اگر دوستای مثلا فیلم برنامه را میبینن یک کتاب از نام افغانستان در چنگال فساد خونین بارهای کتاب گفتیم به شما این یک بار مطالعه کنید کوگنار در افغانستان مثلا قبل از دوره طالبان بود بسیار ناچیز بعدم نمیشناخت ایران به فغان رسیده بود دست کوبنار افغانستان از دست هیروئین افغانستان زمانی که شما روان میکردین و مصرف میکرد میگفتی یا خودش چند تولید میکنه مصرف نمیکنه اما ما مصرف میکنیم کشور ایران اما چرا بدبختی 90 تغییر کرد ببینید چند عامل اساسی و چند موزل اساسی اولا اول جوانای برادرای عزیزیم و کسایی که اصلا امروز یک طبقه یک تعداد خاص از خواهرای عزیزیم رو روی آورده به این مبادا آها من ازشون این دارم اولا ببین خودتون رو درک کنید شما کی درست است مثلا میگن اگر ما مواد استفاده میکنیم جوان هستیم جوانی غروری دارم اما این غرور کاذب است این بار شو بارها بر شما گفتیم غرور کاذب بر شما شخصیت نمیت غرور کاذب که شما اگر مواد استفاده میکنید فکر میکنید در دنیای دیگر هستین یا در حالت روحانی دیگر هستین یا بدنتان آرام است بدون کدام ترس و لرز بدون کدام درد جای حل دیگر هم وجود دارد ببینید به مواد مخدر عامل شود پیدا کنید عامل زمانی که شما مثلا پیش دکتر میرین نبینین پیش دکتر قرار استراحت کنی یا خود در روی دل بندازین دکتر شما مریض هستین پیشکاری کنیم اولا با تشخیص بدیم که مریضی شما چیست بعد ما مثل مریضی شما باید دوا صادر کنیم یا مثل مریضی شما دوا تطبیق کنیم مو به مواد مخدر که شما اشاره کردین در جوان ما فقر ناامنی بیکاری عامل اساسی است زمینی کار برای جوانی که مدرک ماستری داره وجود ندارد زمان کوچی نداشته باشد خب امروز شروع میکنه سیگار آیستا آیستا با مراحل میگردن که خودشون نمیدونن ما چی کردم اما اشاره شما روی نوجوانا و دوری نوجوانی است نوجوانا عزیز و دوستای عزیزی که ما هستن برادر یا خواهر ما متصمن دوری بی است دوری خیلی بی است بی بیعقلی به معنایی که خدای نخواسته ما برایشون ای بهترمی نکردیم بی احت... عقلی به این معنی که انسان در اون دوره مست است بعض وقتا انسان مثل خدا اینو خواسته بگم قسم شعور می پیدا میکنه که یک نمیفهم ما چی میکنم دوری جوانی استفاده از الکل مواد وجود دارد تابلت هایی که وجود دارد ببینید این جوان ها به دنبال اگر این ما استفاده کنیم در رسم جامعه ما به عنوان یک ایار به عنوان یک کاکه یا امروز ما اصطلاح من اگه صحبت کنم ما کاکه هستم کاکه در این نیست که شما به این مواد استفاده کنید کاکه در این نیست که شما شخصیت بر خود بسازید قلمتون کار کنه ببینید اکثریت جوان ها به چیست ما میخوایم قبل از دقیق وارد بشم فرهنگ یک جامعه زمانی که مورد هواسب قرار گرفت مورد حمله قرار گرفت جوان جامعه جامعه هیچ وقت تحت این مثلا نداشته باشیم که جوان نیروی خوب بیرومه می میخوایم یک داستان و یک چیز قصه کنم به شما بعد از جنگ جوانی دوم دقیق این تاریخ هستن اگر فراموش نکنم اگر شاید اشتباه بگم می میخوایم اطلاع زمانی که خاص روسیه را تصرف کنم روسیه اولین کشور است که در طول تاریخ تصرف نشده چون وسط کلان داره زمانی که وارد خاک شد نیروهای هیتلر در نیم میدان میدان ایلا کردن در نیم میدان نیروی جوان مورد جنگ بودن خب گفتن شما چرا جنگ نمیکنی که ما به که جنگ کنیم ما با خاطر که خواهر پدر مادر ما نداریم ما را دادم تو بنداختار هستین که روسیه رو بگیرین برای ما چیکی میگیرین نمیگیرین کار من نیست چون این مسئله ایتلر اول آمد گفت روی ما که زمان نیرو میسازیم، اسکر میسونیم فرهنگ شکر کنیم افغانستان شما بینید سال 2001 چه فرهنگای فرهنگ های داخل افغانستان آمد فرهنگ هندی آمد چیزی با نام سوریال های هندی تولیسی و امثال هم شما داشتید فرهنگ ترکی آمد فرهنگ چینایی آمد همه فرهنگای فرهنگ های ایران آمد ببینید شما امروز جوانه که مثلا در تلویزیون میبینه یک جوان در سریال ترکی درست است و به عنوان این که برای شما نمایش بدن و درآمد کسب کنه و سود کسب کنه و شما می مواد تقلبی شاید چیز دیگر باشد شاید همون پودر یا همون وسایلی که استفاده میکنید یک مواد دیگر باشد پودر نباشد یا مثلا میتونه نخود باشه نخود اگر شما به سایه یا همون مایده مایدش کنید چون این چیز خاصی پیدا میکنه زمانی که او استفاده میکنه شما میگین خب ما فردا بکشم پیشاندی ولایم همین چیز میگم فرهنگ یک جامعه زمانی که تاثیر پذیر نسل جوان و نسل نوجوان افغانستان یا هر کشور باشد خراب است و چند دلیل آمریکایی که اگر شما سریال های ترکی رو دیده باشید دقیق جامعه ما قسم الگو میگیره که امروز اگر در سریال ترکی میره بارها گاتیم شب که در یک سریال ترکی بینی یک نفر مویش نیست یا نیم مویش گم شده صبح نیم کابل نیم است یا مثلا پایچای خود بالا میکن من نمیفهم در چی کاکگی مم. تقلید میکنید تقلید بر اساس تحقیق کنید یک تقلید داریم و دیگری تحقیق داریم ما, ما متاسفانه بدونی که تحقیق کنیم بدونی که ما سطح آگاهی ما بالاتر شود میریم به دنبال که هر کاری که احمد کرد ما او باشیم در برخی موارد درست تقلید بزرگان تقلید قرار بدیم کسانی که اهل علم و دانش بودن و با چنین شخصیتی داشته دا باشیم چنین کرکتر داشته دا باشم جوانای ما امروزه با چنین اعمالی ما آنچه ما فکر میکنم و آنچه که در ذهن ما کار میکنن این جوانها سلوات ها ما باید پیش از پیش بخوانیم قبل از اینکه یا بین وارد جامعه شون صلوات شما شو بخونم. صلوات به این معنا که این نسل به درد نمیخوره ببینید شما سی میلیون یا 3.4 میلیون جمعیت دارین 3.4 میلیون جمعیت به با درد افغانستان آنچه ما فکر میکنم ذهن ماست نظر ماست به این معنی یک استاد ببینید 3.4 میلیون 6 میلیون از میتیاد به مواد مخدر سایه ما چی کنیم هر روز بیشتر شده است دلیل این است که اولا در مکاتب ما چه استاد پنتون باشه چه استاد مکتب باشه متاسفانه سطح نظارت و کنترل ما ما, ما چگونه تربیت کنیم طرف مقابل خود مشکل داره مشکل در چی جایست؟ شما یک جوان اگر ببینید یعنی یک نو جوانه چرا علاقی به درس مکتب ندارد چون خسته از استاد است استاد رفتار میکنه یا چی خودم باش به کسی دیگر باشن رفتار میکنه که این فرد به عنوان جوان اول که جوانی خودم نمیفهمه جوانیش بیشتر در سرک و بازار و کوچه و استفاده از مواد های نشاور سپری میشه اما در دوری که رسید به سنی که حداقل میفهمم من انسان هستم سی سال چل سال خانواده تشکیل داد اول وقت استاد خودک دو میزنه چون استاد میگه من با اونجا باید تربیت میشدم از جای دیگر نه اما باز استاد محترم من دلیل منه میگه نه باید از خانواده تربیت شد خانواده درست است مو یک بخش است اما معلم ثانوی که برای شما میگه ما خانیسی لقبی که برای شما میتهی به عنوان یک امتیاز است که برای شما قائل میشه جای تعصب که اکثر جوانات ما امروز هم آنچنان ما تحقیقاتی انجام دادیم بالای 85 فیصد جوانای ما استفاده سیگار و امثال هم من نمیخوام نام بگیرم <تصفح> روی آورده دلیل روی آوردنشون برمیگرده به اینکه یک تعداد جوانای ما متاسفانه دچار مشکلات روحی روانی است یک تعدادشون خودشون زندگی خود درک نمیکنند جایگاه خود نفهمیده که ما کی هستم امروز ببینید ما اولا گفتم ما درک نمی کی هستم زمانی که فامیل سنف 12 پاسخ دادیم من کی هستم این باعث میشه که شما به سمت پیشرفت داریم و دوره جوانی و نوجوانیتون برای اهمیت قائل شدیم ببین اکثر جوانایی که در سن 30 سال میرسن میگن کاش که واشتوک میبودم چرا ما غفلت گذاشتی خود میخوریم کار نکنیم که ما بریم با گذشته خود بر بگردیم یا اکثر کسایی که در پایشون نزدیک لب گور هستن به با شما رفتنشون 100 است می کاش که ما پس جوانشون توبه کنیم ببین کاش که ما مونا ما باید 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 می کار کنم که فردا کاش یا مثلا خدا اگر یک روز پس بره عمر در گذشت است اما ما کوشش کنیم دوری جوانی را که امروزه غربی ها دارن ما درست از بعضی کارهای غربی ها برای ما نمیتونه ولگو باشه برای ما نمیتونه اهمیت باشد اما بیم نقطه مثبت دیگر را بگیریم فیلم سعی کنید من نمیگم سعی نکنید فیلم سعی کنید تو سریال سعی کنید اما با توجه به اینکه فرهنگ خوب و رو نه ای که مثلا نقاط منفی یا نقاطی که حداقل نمیتواند برای شهروندان ما داشته باشد و این دوران را نابود میکند این نقطه ها برای مردم افغانستان قابل ضرر است سلامت زنده باشین خیلی موضوعات خوب را شما اشاره کردین ارزو دارم که فعلا بیننده برنامه ما هستن خصوصا جوانایی که حالا بیننده برنامه در امتداد روز هستین ان که الله که که جناب استاد گفتن مستفید واقع شود و شما ایتان حالا مستفید شده باشین و با این همه موارد را نظر بگیرین در زندگی روزمره ایتان جناب استاد شما میشه پیامتون در آخر برنامه داشته باشین پیام به خواهرها به برادرای خصوص جوانی حداقل یک غرور کازه بیشتر شارکن کنم داره در دوری نوجوانی فقط تمرکزشان روی این مسئله باشه که حداقل درس علم و دانش بیاموزن استفاده از مواد مخدر هر زمان که شما بخواین هست اما علم و دانش یک بار اگر رفت در سن سی سالگی شما را نه فرزند نه همسرتان بهتون وقت میده که شما درس بخونید کوشش کنید درس مهم مهمترین دار. چیز است اگر شما درس خواندین به یک جایگاهی رسیدین میتونید از خود یک شخصیت ایک کرکتر در جامعه پیاده کنید اگر خدای نخواست استفاده با مواد مخدر کردیم میگن فلان انسان یا فلان نفر یا پسر فلان نفر یا نسوار یا چرس هر اما موضوعاتی که هستن استفاده میکنن لازم نیست با او اهل معامله باشین ایبرشون زندگیشون با چالش میشن و امید که به مرحله هموطان رای زیم برادر و خواه رای زیم نرستم. سلام از زنده باشیم تشکری خاص میکنیم از جناب مصطفى علی زاده که امروز در برنامه تشریف آوردن ما همیان برنامه کوتاهی میگیریم در نیمه دوم برنامه با مهمان بعدی ما انشالله زود برمیگردیم you <laughs>